In the name of God. عرض سلام و احترام خدمت شما علاقمندان. با ادامه قسمت 17 با موضوع گرامر حرف تعریف د در خدمتتون هستم. قراره که در این قسمت نکات تکمیلی از این گرامر که در قسمت گذشته خدمتتون عرض نکردم رو تدریس کنم و انشالله با یادگیری این قسمت غالب بر 95% این گرامر رو شما یاد میگیرین و 5% باقی مونده رو دیگه باید خودتون تلاش کنید و گرامرهای باقی مونده رو باید خودتون به صورت سلف استادی یاد بگیرید. دقت کنید، در قسمت گذشته ما به شما گفتیم که در چه حالتهایی باید از حرف تعریف د استفاده کنید و در چه حالتی استفاده نکنید. یه سری نکات باقی مون، من این نکات رو هم در این جلسه خدمتتون توضیح میدم. دقت کنید، اگر بخواین از صفتهای اولین، اول، دومین، دوم، سومی و سوم به همین ترتیب استفاده کنید، باید قبلش از حرف تعریف د استفاده کنید. دقت کنید، مثل first، first به معنی اول، اولین، یا second، second به معنی دوم، دومین. به همین ترتیب باید یاد بگیرین این حروف ترتیب رو. خب دقت کنید، برای first استفاده میکنیم the first، برای second the second، برای سوم the third، و به همین ترتیب باید این موارد رو یاد بگیریم و براشون از حرف تعریف the استفاده میکنیم. خب برای جهات جغرافیایی مثل شمال، جنوب، شرق، غرب ما باید از حرف تعریف د استفاده کنیم. نورث به معنی شمال، ساوث، ایست و وست در واقع باید از حرف تعریف د براشون استفاده کنیم، مثل the north، the west فقط کردیم، و به همین ترتیب میتونیم برای the east و the south استفاده کنید. دقت کنید، برای صفات عالی ما دو نوع صفت داریم در گرامر زبان انگلیسی. صفت ها یا تفضیلی هستن و یا عالی. یه مثال کلی براتون بذارم، ما در قسمت های آینده یاد میگیریم به طور کلی این صفت رو. صفت های تفضیلی، به این مثالی میزنم دقت کنید، فرض کنید میگیم فلان چیز از اون یکی دیگه بهتره یا برتره یا قشنگتره یا زیباتره. این نوع صفات رو میگن صفات تفضیلی. و به صفات عالی، به چه صفاتی میگن صفات عالی؟ فلان چیز بهترین مثلا مارک رو داره، یا رونالدو بهترین بازیکن دنیاست، مسی بهترین بازیکن دنیاست. به این میگن صفت عالی، بهترین، زیباترین، قشنگترین، هر کدوم آخرش ترین داره صفت عالی که فرمول ساخت خاص خودشو داره. پس ما برای صفات عالی باید از حرف تعریف د استفاده کنیم. the best به معنای بهترین و the most important به معنای مهمترین. خب برای اینترنت از حرف تعریف د استفاده میکنیم. the internet و ما باید براش از آن استفاده کنیم. اگر خواستیم بگیم مثلا من در اینترنت دیدم، باید بگین I see on the internet. I see in the internet درست نیست، I see on the internet. خب یه نکته دقت کنید، ما برای شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، مثل فیسبوک، یوتیوب، واتساپ، در واقع ما برای اینها از حرف تعریف ده استفاده نمی کنیم. خب یه نکته، ما در قسمت گذشته گفتیم که اسامی بیمارستان‌ها و فرودگاه‌ها، کشورها حرف تعریف ده براشون استفاده نمیشه. یعنی ما نمیشه بگیم دی ایران، باید بگیم ایران. دقت کردین؟ یا نمیشه بگیم که دی امام خمینی ایرپورت. دقت کردین؟ باید بگیم امام خمینی ایرپورت. و برای هاسپیتال هم همین طریق. ولی یه نکته، ما اگر بخوایم به طور کلی در جملمون بگیم مثلا من بیمارستان رفتم، I went to
The hospital. دقت کردین؟ اینجا از حرف ده براش استفاده میکنم چون به طور کلی دارم درباره بیمارستان صحبت میکنم. پس با اسامی این موارد نمیاد، این ستا با اسامیشون نمیاد حرف تعریف ده، اما به طور کلی اگر بخواین استفاده کنید حرف تعریف ده رو میگیره. به همراه movies به معنای سینما از حرف تعریف ده براش استفاده میکنیم و theater به معنای تئاتر. خب مواردی که لازم بود و در قسمت گذشته خدمتون توضیح ندادم رو اینجا توضیح دادم که باید براشون از حرف تعریف ده هم استفاده بکنید. حالا چند تا مورد هستش که براش نباید استفاده کنید، مثل روزهای هفته. ما نمیشه بگیم the Monday یعنی دوشنبه، دقت کردیم؟ ما میگیم Monday, Sunday, Saturday و به همراه روزهای خاص دیگه‌ای که وجود داره، مثلا اعیاد، عیدها، مثل نوروز. دیگه نمیگیم مثلا the Nowruz، دقت کردین؟ میگیم Nowruz یا Nowruz Day. دیگه از حرف تعریف ده براش استفاده نمی کنیم. خب برای پارک ها ما نمیگیم the ملت پارک، میگیم ملت پارک. اما اگر بخواهیم از خود پارک استفاده کنیم حرف ده رو میگیره، مثل هاسپیتال، مثل ایرپورت. دقت کنین، I go to the park. خب برای زو هم همین طریق، زو به معنی باغ وحش، آمازون زو، نمیگیم the Amazon zoo. و I go to the zoo براش به این طریق هم استفاده میکنیم. یعنی اگر بخوام کلن بگیم من باغ وحش رفتم، باید از حرف تعریف ده استفاده کنیم. خب قالب 95% گرامر حرف تعریف ده رو که گفتیم در قسمت گذشته یه آرتیکل هستش یاد گرفتیم. دقت کنید، گفتم باز هم تکرار میکنم، باید با گرامرهایی که یاد میگیرین جمله بسازین در زمانهای مختلف تا گرامرها براتون جا بیفته و به همین ترتیب باید مکالمه هم انجام بدین تا در حافظه بلند مدتتون که خیلی هم تکرار میکنم این جمله رو جا بگیره. امیدوارم که از قسمت 17 هم لذت برده باشین. خداوند نگهدار شما.